جدید هم هست که سیاوش ارسطو برداشت کرده از شاهنامه فردوسی از پیروز پارسی که نامش و اصلیش بوده، و من فلسفه این رو اینگونه یافتم که میدونید سیاوش تقریبا همان امام حسین هست، یعنی سیاوش یکی از قربانیان تاریخ ایران هست که خود افسانه ای دارد. اما افسانه چهارشنبه سوری از اونجا شروع میشه که سیاوش چون مادرش رو در خردسالی از دست میده، 7 سال است که مادرش از دست میده، کیکاووس یک زن دیگه میگیره، این بانو اسمش هست سودابه. سودابه بسیار عاشق و شیفته سیاوش فرزند ناخوانده خودش میشه، یعنی از مادر یکی نبودن، مادرش نبوده ولی مادر ناتنیش بوده، عاشق اون میشه و به بهانه این که بیاد وارد کاخ بانو سودابه بشه تا با دختران اون و با دختر اون به اصطلاح حالا دیدار داشته باشه و غیره، دست تمام بره به سیاوش. افسانه سیاوش و سودابه دقیقا کپیست که تورات از ما کرده، همون قصه یوسف و زلیخا. قصه یوسف و زلیخا چون من در کتاب افسانه ها 20 سال پیش نوشتم، بسیاری از افسانه های تورات برگرفته از شاهنامه ماست، از شاهنامه ای که پیش از اسلام وجود داشته، یعنی پیش از این که توسط فردوسی سروده بشه. شاهنامه یعنی تاریخ شاهان ایران یکی از کتاب های 120 گانه ارسطو بوده. این افسانه سیاوش با سودابه هم که چهارشنبه سوری از دلون میاد بیرون دقیقا شبیه همونیست که در سامی ها از با عنوان یوسف و زلیخا ازش یاد میکنن، ولی ریشش همین سیاوشه. برحال سودابه میخواد دسترازی کنه به سیاوش و با اون همخوابه بشه. سیاوش اعتراض میکنه، میگه تو مادر من هستی، من چنین اجازه رو نمیتونم به خودم بدم که با تو این کار رو بکنم. اینطور میگه فردوسی، میگه فردوسی میگه که سودابه سرش تنگ بگرفت و یک بوسه داد، همانا که از شهر ناورد یاد، رخان سیاوش چو خون شد ز شرم، بیاراست مژگان به خونابه گر، چنین گفت با دل که از کار دیو مرا دور دارد کیوان خدیو، نه من با پدر بیوفایی کنم نه با اهرمن آشنایی کنم. سیاوش اینو میگه، بعد به مادر خودش، مادر ناتنیش خانم سودابه میگه سر بانوان و هم مهتری، من ایدون گمانم که تو مادری، ای من گمان کردم که تو مادر من هستی، چرا چنین دید و نگاهی به من داری؟ و به هر حال سودابه که میبینه نقشش براب شده و فرزند ناخوانده‌اش، سیاوش از جای برمیخیزه که از کاخ خارج بشه، درست به سان افسانه‌ای که برای یوسف و زلیخا ساختن، میگه که به تو گفت من راز دل پیش تو بگفتم نهانی، بسیش تو مرا خیره خواهد که به پیش خردمند رعنا کنی، بزد دستو جامع بدری پاک، به ناخون درخ را همی کرد چاک، برآمد خروش از شبستان اوی، فقانش ز ایوان برآمد به کوی، داد و فریاد میکنه که آره سیاوش میخواست من دسترازی کنه، که غیره جال میشه، کاخ به هم میریزه، کیکاووس حاضر میشه و همون افسانه‌ای که هست رو میدانیم. سیاوش میگه پدر این دروغه، من چنین چیزی نداشتم، چنین نظری نداشتم. سیاوش بیامد به پیش پدر، یکی خود زرین نهاده به سر، گفت پدر من، به پدرش میگه برای اینکه من پاکدامنی خودم رو ثابت بکنم، من حاضرم که از تونل و یا راهرو به آتش عبور کنم، اگر من به تندرستی تونستم از این آتش و تونل آتش عبور کنم، که خب تو میدونی که من پاکدامنم، اگرم نتونستم خب در این راه طرف میشم و میمیرم. بعد میگه سری پر از شرم و تباهیست مرا، سیاوش میگه اگر بیگناه هم رهاییست مرا، میگه اگه من بیگناه باشم که رهایی پیدا میکنم و میتونم نجات پیدا بکنم. سیاوش سپه را بدان سان بتاخت، تو گفتی که اسبش و آتش بساخت. من فردوسی بزرگ چه زیبا میگه اسبش هم، اسب سیاوش هم با آتش میساخته، آتش برون آمدم آزاد مرد، لبان پر ز خنده برخ همچون ورد. میره و میشه سیاوش، اسب سیاه خودشو میتازه
و میره از آتش عبور میکنه به تندرستی از اون ور میاد بیرون. چو بخشاوش پاک یزدان بود و سواران لشکر میگه سوار دم آتش و باد یکسان بود. فردوسی بزرگ میگه که اگر خداوند بخشاینده و مهربان یزدان باشه دیگه آتش هم با باد یکی میشه برای سیاوش. و از اونجاست که مهربان یار سواران لشکر برانگیختند، همه دشت پیشش درم ریختند، یکی شادمانی شدن در جهان میان کهان و میان مهان. سیاوش به پیش جهاندار پاک یعنی پدرش بیامد بمالید رخ را به خاک که از تفت آن کوه آتش پرست همه کامی دشمنان کرد پست. دشمنانی که قصد تباهی و نابودی سیاوش رو داشتن عزیزم باشون براب شد و سیاوش شادمان اومد بیرون. از اونجاست که در این بهرامشید یعنی سه‌شنبه سال رخ میده و چند روز بیشتر به بهار باقی نیست، پادشاه کیکاووس دستور میده که به یمن این پیروزی آبرو عزت و شرف خودش و فرزندش سیاوش فرمان میده که سه روز جشن بگیرن. و میدونیم که سور مهمانیار یعنی میهمانی یعنی جشن. وقتی که هم سیاوش از آتش میاد بیرون سیاوش را تا در بر گرفت ذکردار بد پوزش را گرفت میاورد و رامشگران را بخاند همه کامها با سیاوش براند. سه روز اندران نبود بر در گنج. شاهنامه فردوسی چنین میگه.